واقعیت است اما ریشه اصلی مشکلات نظام بانکی کشور است که لازم است بانک مرکزی دقت بیشتری در حفظ حقوق مردم و بیت المال داشته باشد و اجازه سوء استفاده را به متخلفان ندهد سودجویان هم باید بدانند از این پس قطعا به سزای اعمالشان خواهند رسید آفتاب یزد امروز به این سوال پاسخ داده است آیا با اعدام مفسدین اقتصادی ریشه فساد در کشور خشکانده می شود؟ قطعا کسانی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند و در کشور فساد ایجاد می کنند باید طبق قانون مجازات شوند و در این خصوص هیچ شک و شبهی وجود ندارد اما مهمتر از این مبارزه با فساد حذف بسترهای جرم خیز است ما باید بدانیم که چگونه در نظام اقتصادی ایران افراد تخلف های چند هزار میلیاردی انجام می دهند و دستگاه های نظارتی متوجه آن نمی شود. بخش عمده مشکلات امروز کشور فقدان قانون نیست بلکه نحوه نظارت و مبارزه است که به صورت صحیح انجام نمی شود. از طرف دیگر ما در مبارزه با فساد به نقش رسانه ها بی از اهمیت سفر نخست وزیر ترکیه به ایران تا اهمیت سفر آسیایی وزیر امور خارجه کشورمون در سرمقاله دو روزنامه دیگه اطلاعات در ستون محک به اهمیت دیدار نخست وزیر ترکیه و هیئت بزرگ اقتصادی همراه وی به ایران پرداخت است نویسنده با اشاره به انجام این دیدار در فضایی صمیمی و سازنده و تصمیم دو طرف برای رساندن حجم مبادلات تجاری به سی میلیارد دلار در سال می نویسد با آنکه دو کشور در موضوع مسائل منطقه‌ای اختلاف نظرهایی دارند اما همچنان خواهان هماهنگی قویتر سیاسی برای گشایش صلح در منطقه هستند. دولت ترکیه امروز دریافته است که بعد از موفقیت ایران در برجام از قافله کشورهای اروپایی برای توسعه مناسبات با ایران عقب افتاده است و حوادثی که در خاور میانه در حال وقوع است به سود آنکارا نیست. و از این منظر آسیب کلانی را متوجه اقتصاد خود کرده است. سرمقال نویس خراسان با اشاره به برخی حرف و حدیث ها درباره عمل نکردن طرف مقابل به برخی تعهدات خود در زمینه رفع تحریم ها می نویسد خبرها و اظهار نظرهای فعالان اقتصادی داخلی و اروپایی درباره روند کند رفع موانع بانکی ما را به این نتیجه می رساند که درباره روند برداشته شدن تحریم ها دقت جدی تری داشته باشیم نویسنده تاکید می کند با توجه به شواهد و قرائن موجود باید با اقدام قاطع تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف های طرف مقابل گرفته شود جوان به بهانه سفر آسیایی وزیر امور خارجه از اهمیت شرق دور در دیپلماسی نوشته که البته در سالهای اخیر دستگاه سیاست خارجی کمتر به آن توجه کرده است. نویسنده با اشاره به اینکه آقای ظریف در این سفر در دو نشست مهم بین المللی یعنی سازمان همکاری اسلامی و وزرای امور خارجه مجمع همکاری های آسیا شرکت خواهد کرد می در نشست سازمان همکاری اسلامی قرار است به اقدامات رژیم سهیونیستی در زمینه یهودی سازی قدس و تهدید مسجدالاقصا و ادامه حملات سعودی به مردم مظلوم یمن رسیدگی شود. نویسنده این مهم را ظرفیت بسیار خوبی برای احقاق حقوق مسلمانان میداند. نویسنده همچنین معتقد است حضور آقای ظریف در مجمع وزرای همکاری آسیا با توجه به حضور کشورهای قدرتمندی مثل اندونزی زمین ساز توسعه همکاری های ایران با کشورهای مسلمان و اثرگذار در منطقه خواهد بود که باید از این فرصت نهایت بهره را برد آرمان می نویست سفر وزیر امور خارجه به شرق آسیا در شرایط پسا تحریم گویای آن است که دولت دنبال تحقق یکی دیگر از شعارهای مهم خود یعنی تعامل با جهان است یکی از اولویت های این سفر مسائل سیاسی اقتصادی و پیگیری توافق های اقتصادی ایران با سایر کشور هاست. امروز بعد از توافق هسته تمرکز دستگاه سیاست خارجی بر تعامل خردمندانه با جهان در راستای گفتگو و حضور فعالانه در عرصه های بین المللی است بنابراین می توان گفت امروز بعد از اروپا نوبت آسیا است دو روزنامه هم امروز به مقاومت اسلامی از یک زاویه دیگه نگاه کردند وطن امروز که معتقد است بعد از فروپاشی نظام کمونیستی جریان مقاومت تنها حرکت در جهت مقابله با نظام استکباری و سلطه در جهان است مینویسد آمریکا از همین روی در سالهای گذشته همواره به اشکال گوناگون تلاش کرده است روحیه مقاومت را از بین ببرد که فتنه 88 ایران حراسی و مبارزه با حزب الله لبنان از مصادیق آن است نویسنده در ادامه با بیان اینکه مبارزه با انقلاب اسلامی از طریق انقلابهای رنگی هم میسر نیست می امروز راهکار استکبار ایجاد چرخش در بدنه حاکم و حس جریانات اصیل و انقلابی است استکبار امروز از افرادی حمایت می کند که به مقاومت باور ندارند و این افراد همانهایی هستند که به میان رو مشهورند آنان که با پیوند خود نو کاری را تولید کرده اند نو تمام برنامه های خود و تحقق وعده های خود را مشروط به پذیرش بین المللی ایران به دست کت خدا و اقمار وابسته به آن می دانند. آنها برای رسیدن به اهداف خود دشمن را تغییر داده اند. یعنی از اسرائیل و آمریکا گذشته و به داعش رسیده اند و به همین علت است که همواره خطر داعش بزرگ نمایی می شود. در موضوع اقتصاد هم نو کاران برای رسیدن به اهداف خود حاضرند بر سر مقاومت در یمن، سوریه و لبنان هم روش انفعالی و نه مقاومت را پیگیری کنند. و جمهوری اسلامی اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس در معرفی حزب الله لبنان به عنوان یک گروه تروریستی را خائنانه و خنجری در قلب عرب دانست است. اقدامی که با موج مخالفت اعراب در کشورهای مختلف از جمله تونس روبرو شده است. نویسنده با تاکید بر اینکه تروریسم با مقاومت مردمی تفاوتی بنیادین و ماهوی دارد، مینویسد در حالی که دست آل سعود و برخی کشورهای عربی با همراهی رژیم صهیونیستی به خون برادران مسلمان خود آغشته است. فقط و فقط این رزمندگان مقاومت اسلامی هستند که با جانفشانی مقابل رژیم صفاک صهیونیستی ایستاده و توانستند بخشهایی از خاک لبنان را آزاد سازند در این شرایط آل سعود و شرکای عربش که جز شکست دستاوردی نداشتهاند بهتر است به فکر تجدید نظر در اعمال و رفتار خود برایند و بیش از این آبروی خود را در جهان اسلام و عرب نبرند با برنامه خودتون غیر رسمی با این نشونی ها در ارتباط باشید خدا نگهدار